خلاصه خسرو شیرین اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت 16. این قسمت اندام شستن شیرین در چشم سار. در قسمت پیشین قصه به اونجا رسید که شیرین سوار بر شبدیز بیخبر از ارمن رفت به سمت مدائن. مهین بانو یا مهین بانو تصمیم گرفت که به دنبال شیرین نگرده، چون خواب دیده بود که اون خودش بر میگرده. حالا بشنوید از احوال شیرین. وزان سوی دگر شیرین به شبدیز، جهان را می نوشت از بهر پرویز. قبا در بسته بر شکل غلامان، همی شد ده به ده سامان به سامان. شده شیرین در آن راه از بس اندوه، قبارآلود چندین بیشه و کوه. رخش سیمای کمرختی گرفته، مزاج نازکش سختی گرفته. نشان می جست و می رفت آن دل افروز، چو ماه 14 شب 14 روز. پس شیرین 14 روز سوار بر شبدیز کوها و دشتها و شهرها و روستاها رو طی کرد و به هر کس که می رسید نشانی مدائن رو از اون می پرسید و به راهش ادامه می داد. سپید دم چو دم برزد سپیدی، سیاهی خواند حرف ناامیدی. هزاران نرگس از چرخ جهانگرد، فرو شد تا بر آمد یک گل زرد. پدید آمد چو مینو مرغزاری، برو چون آب حیوان چشم ساری. دقت کنید که نظامی چقدر زیبا با یک بیان استعاری و شاعرانه تمام شدن شب و آغاز صبح رو توصیف میکنه. هزاران نرگس از چرخ جهانگرد، فرو شد تا برآمد یک گل زرد. در این بیت منظور از هزاران نرگس ستارگان آسمان هستند و همینطور گل زرد نشان خورشید و توصیف خورشید. پس یک روز صبح شیرین در مسیر خودش رسید به یک طبیعت زیبا که چشمه‌ای گوارا داشت. زرنج راه بود اندام خسته، غبار از پا تا سر برنشسته. به گرد چشمه جولان زد زمانی، ده اندر ده ندید از کس نشانی. فرود آمد به یک سو بارگی بست، ره اندیشه بر نظارگی بست. شیرین حسابی خسته و غبارآلود شده بود از این 14 روز سفر. یه دوری زد اطراف این چشمه، این طرف و اون طرف رو هم نگاه کرد، دید کسی نیست. بعدش نمی اومد که یک حمامی بگیره در اون چشمه سار و خستگی رو از تنش بیرون کنه. خب شیرین دختر تگور برگلی بود، عادت به کثیفی و ناپاکی نداشت. اینجا هم که کسی نبود و میشد تنی به آب زد. چو قصد چشمه کردن چشمه نور، فلک را آب در چشم آمد از دور. میگه همین که شیرین تصمیم گرفت وارد چشمه بشه، آسمان اشک در چشماش جمع شد. چه توصیف زیبایی که این صحنه حمام کردن شیرین رو نبینه. پرندی آسمانگون بر میان زد، شدن در آب آتش در جهان زد. تن سیمینش می غلطی در آب، چو غلطد غاغمی بر روی سنجاب. مگر دانسته بود از پیش دیدن، که مهمانی نوش خواهد رسیدن. در آب چشمساران شکر ناب، ز بهر میهمان می ساخت جلاب. پس شیرین برهنه شد و پرندی آسمانگون یعنی یک پارچه حریر آبی رنگ رو به کمر زد و وارد چشمه شد. نظامی میگه وجود شیرین که مثل گل بود آنچنان شکرین و شیرین بود که وقتی وارد آب چشمه شد گویا میخواست با آب چشمه شربت گلاب درست کنه. ببین شیرین در آب و چه توصیف زیبایی شربت درست کردن با این توصیف. بعد با خودش میگه شاید خبر داشت که قرار براش مهمون بیاد و این شربت رو داشت برای مهمونش آماده میکرد. حالا این مهمون کیه؟ بمونه برای قسمت بعد. خیلی متشکرم که ما رو به مهربانی همراهی کردید.